حکومت جمهوری اسلامی که در مقابله با گسترش روزافزون بی‌حجابی زنان ناکام مانده، در آخرین تلاش ناکام قصد دارد با استفاده از سیاست سرکوب مستقیم حجاب زنان را اعاده کند. این در حالی است که زنان با اشکال مختلف به مقاومت خود ادامه می‌دهند. در همین زمینه، در حالی که سردار رادان از دستگیری و صدور احکام قضایی برای افراد بی‌حجاب خبر داده بود و اعلام کرده بود که نیروی انتظامی ورود افراد بی‌حجاب به مترو را ممنوع خواهد کرد، مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه، گفته است هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود و یا ارائه خدمات به بانوانی که کشف حجاب کردند به مترو نرسیده است. وی تصریح کرد اگر نیروی انتظامی چنین دستوری را صادر کند و چنین دستوری داده شود، به تبع پرسنل پلیس مترو هم آن را اجرا می‌کند. وی در عین حال گفت در خصوص جزئیات این موضوع اگر هم ابلاغیه‌ای وجود داشته باشد، وی از آن اطلاع ندارد. مدیر عامل مترو خاطرنشان کرد کمیته عفاف و حجاب شهرداری و مترو از بابت ممانعت ورود این افراد تصمیمی نگرفته و تنها تذکر لسانی داده می شود. وی تصریح کرد در حال حاضر بنا به وظیفه ذاتی خود در مترو به خانم‌هایی که کشف حجاب دارند تذکر داده می شود و برای ممانعت از ورود و یا ارائه خدمات تصمیمی گرفته نشده است. این در حالی است که طبق فیلم پخش شده در تلویزیون حکومت نشان داده می شود که ماموران از ورود زنان مخالف حجاب اجباری جلوگیری می کنند. سردار رادان گفت نیروی انتظامی از روز شنبه 26 فروردین ماه افرادی را که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می کند. رادان همچنین از ثبت هوشمند بی‌حجابی خبر داد و گفت این تخلفات با فناوری هوشمند ثبت خواهد شد. با این حال این اظهارات مورد مخالفت قرار گرفته است. بسیاری از مسئولان، کارشناسان و تحلیلگران انجام این اقدام را غیر ممکن و غیر قانونی خواندند. مرتضی حسینی، نماینده مجلس، در این خصوص در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان این موضوع که احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضایی به خاطر این موضوع نه حکیمانه است و نه عملی، تصریح کرد هر اقدامی در این زمینه باید مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. وی همچنین به رادان هشدار داد وارد دام بزرگی که دشمن پهن کرده نشود. این نماینده مجلس در تذکر شفاهی خود از رادان خواست توان و نیروی انتظامی را صرف مبارزه با مردان هنجارشکن، زورگیر و معتادان متجاهر و امنیت راه‌ها و جاده‌ها کند. این اظهارات رادان در حالی عنوان می‌شود که با وجود ادامه حملات شیمیایی به مدارس، هنوز هیچ اقدامی برای شناسایی افرادی که به مدرسه‌ها حمله می‌کنند صورت نگرفته است. در این میان علی نسایی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، نیز گفت افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند، وسایل نقلیه‌شان از 1 تا 20 روز توقیف می‌شود و افراد بی‌حجاب در اماکن عمومی جریمه نقدی می‌شوند. وی افزود افراد مجرم در زمینه عفاف و حجاب وقتی به محاکم معرفی و احضار می شوند بالای 1,000,000 تومان جریمه و در صورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت امکانات در جامعه روبرو خواهند شد. و بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در تایم خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند و شناسایی شوند، مشخصاتشان به دستگاه مربوطه ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم گیری می شود. در این میان مقاومت مدنی زنان همچنان ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه هنر و دانشگاه تهران در اعتراض به سختگیری حراست برای پوشش دانشجویان در روز یکشنبه و ممانعت ورود از دانشجویان دختر بدون حجاب و گرفتن کارت دانشجویی آنها تجمع کردند و علیه حجاب اجباری شعار دادند. این در حالی است که فشار حراست بر رعایت حجاب اجباری به دانشجویان افزایش یافته و به دخترانی که شال به سر دارند تذکر داده به آنها مقنعه می‌دهند. همچنین فضای مطالعه کتابخانه دانشگاه به 2 بخش زنانه و مردانه تقسیم شده است. در پی اظهارات نیروی انتظامی در خصوص شناسایی هوشمند چهره ها، بسیاری تاکید کردند که خوب است نیروی انتظامی به جای شناسایی هوشمند افراد بی‌حجاب با این تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی کنند که با حمله به مدارس امنیت دانش آموزان را مخدوش کرده و مورد هجوم قرار دادند و ناامنی ایجاد کردند. اما به نظر نمی‌رسد که نیروی انتظامی
دستی برای شناسایی این افراد داشته باشد و حملات به مدارس کم و بیش همچنان ادامه دارد. حکومت جمهوری اسلامی که در مورد مقابله با بی‌حجابی زنها قصد استفاده از دوربین‌های شهری را دارد، بعد از گذشت چندین ماه هنوز نتوانسته عاملان حمله به مدارس را شناسایی کند. مصمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس مختلف در پی بازگشایی مدارس در ایران ادامه دارد. روز یک شنبه گزارش‌ها خبر از مصمومیت‌ها در دست کم 6 مدرسه دخترانه در شهر سقز در استان کردستان و یک هنرستان پسرانه در ارومیه خبر می‌دهند که در سقز خانواده‌های دانش آموزان اقدام به تجمع نمودند و مردم در اعتراض شعارهای ضد حکومتی سر دادند و پرچم جمهوری اسلامی را از بالای مدرسه در سقز پایین کشیدند که به درگیری میان مردم و نیروهای حکومتی منجر شد و نیروهای یگانه ویژه در سطح خیابانهای این شهر مستقر شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با استناد به گزارش‌های رسیده نوشت که پس از حمله شیمیایی به 6 مدرسه دخترانه در شهر سقز، بیش از 100 دانش آموز به بیمارستان‌های خمینی، شفا و تامین اجتماعی منتقل شدند که حال 24 تن از آنان در بیمارستان خمینی وخیم است. همزمان گزارش شده که دانش آموزان یک مدرسه به نام جماران در سنندج روز یکشنبه دچار مسمومیت شدند. اینکه در یک روز مدارس استان کردستان دچار چنین وضعیتی شدند نشان دهنده حملات سازمان یافته در این روند می باشد. ولی با وجود دستور خامنه ای و اعلام تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به حملات با گازهای ناشناخته به مدارس و همچنین صدور چند اطلاعیه توسط وزارت کشور و ورود نهادهای امنیتی و قضایی به ماجرا، مسمومیت دانش آموزان همچنان ادامه دارد و در برخی گزارش‌های رسمی حکومت گفته شده که تاکنون 100 تن در رابطه با مسمومیت دانش آموزان بازداشت شدند که به گفته حکومت برخی از این افراد آمدانه و به قصد تعطیلی مدارس دخترانه این کار را کرده بودند. حکومت عملاً نشان داد در مقابله با این موضوع استیصال دارد و این نشان دهنده این است که بخش‌هایی از حکومت در این موضوع شرکت دارند که تاکنون شناسایی نشدند و نشان از ناتوانی کامل حکومت دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با تلویزیون که به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای برگزار شده بود، دوباره به بیان اظهارات اغراق‌آمیز در مورد دستاوردهای هسته‌ای دست زد، بدون آنکه به هزینه‌های سنگین خسارت‌های مالی این امر اشاره کند. به اظهار داشت هدف آمریکایی‌ها متوقف کردن و از بین بردن فناوری هسته‌ای در ایران بود، اما موفق نشدند. وی از در دست اجرا بودن 20 پروژه رادیو دارو خبر داد. اسلامی همچنین با اشاره به اینکه به دلیل مطالبه مردم بوشهر، سازمان انرژی اتمی به دستور رئیس جمهوری اجرای پروژه 70,000 مکعبی آب شیرین را ابلاغ کرده، ابراز امیدواری کرد ظرف 2 سال این پروژه به اتمام برسد. به تصریح کرد پروژه آب شیرین کنی بوشهر میتواند مردم بوشهر را مانند مردم تهران کاملا از آب آشامیدنی بی‌نیاز سازد. اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش‌های سازمان انرژی اتمی برای درمان سرطان اشاره کرد و گفت با اقداماتی که در سازمان انجام شده، تلاش‌هایی برای درمان سرطان تیروئید صورت گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی فناوری‌های نوین و نوظهور را قدرت ساز و اقتدارآفرین خواند و با بیان این موضوع که این فناوری‌ها در سلطه کشورهای گروه استکباری قرار دارند گفت آنها اجازه نمی‌دهند این فناوری در اختیار دیگران قرار بگیرد. اسلامی افسود آنها با هیاهوی بسیار زیاد و با تهمت و پرونده سازی و اتهاماتی که به ناروا ایجاد کردند، تحریم‌های گسترده را بر کشور وضع کردند. و یکی از موارد مهم را تولید برق دانست و با بیان این موضوع که برق حاشیه نیست و موضوع اصلی است گفت با این وجود آنها همه قراردادها و پروژه ها را یک طرفه لغو کردند. وی حتی از لغو قراردادهای قبل از انقلاب خبر داد و گفت آنها بعد از انقلاب هم با ایران همکاری نکردند. اسلامی در این حال گفت با وجود این فشارها و محدودیت‌ها وضعیت روی ریل افتاده و در حال پیشرفت است و تاکید کرد نباید اجازه داده شود که تأخیر بیشتری به این پروژه ها وارد شود.
جمهوری اسلامی اصرار دارد که برای نیازهای خاص دارویی و تأمین نیازهای پیشرفته دارویی نیاز به انرژی هسته‌ای دارد، اما این موضوع را ناگفته می‌گذارد که برای دسترسی به درمان‌های پیشرفته به دلیل تحریم‌ها که خود جمهوری اسلامی باعث آن است، درمان‌های سطحی و پیش پا افتاده را از دست داده و شهروندان ایرانی به دلیل تحریم‌ها حتی در جراحی‌های ساده و درمان‌های ساده دارویی هم با مشکل مواجه می‌شوند. ضمن اینکه علاوه بر محدودیت‌های دارویی به دلیل تحریم‌های خودخواسته جمهوری اسلامی، زندگی عادی و روزمره مردم هم با دشواری مواجه شده و در توضیح دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و مقامات دستاندرکار آسیب‌هایی را که نحوه برخورد جمهوری اسلامی با موضوع هسته‌ای برای کشور و مردم ایران همچنین آینده ایران ایجاد کرده و صدها میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته را ناگفته می‌گذارند. می‌توان گفت پروژه غنی‌سازی هسته‌ای تاکنون بیشترین خسارت را به کشور وارد کرده است. در حالی که تمام شاخص‌های اقتصادی کشور مسیر زوال و انحطاط را نشان می‌دهد، رسانه‌های اصولگرا نزدیک به سپاه پاسداران از برکناری مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سخن گفتند. شایعه‌ای که کمتر از یک ماه وجود داشت و سازمان برنامه و بودجه دائما آن را تکذیب می‌کرد. این در حالی است که در جریان تقصیر و اهمال در پرداخت حقوق فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش برکنار شد، ولی بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که مسئول اصلی میرکاظمی بوده است. عملکرد میرکاظمی که از اعضای جبهه پایداری بود در سازمان برنامه و بودجه با ضعف‌های متعددی مواجه است و می شود گفت که او ناموفق‌ترین رئیس سازمان برنامه و بودجه تا کنون بوده است. تورم بالای کنونی در سال گذشته که شاید بالاترین نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده و مخارج بالای دولت که در بودجه سال 1402 گنجانده شده است نیز محصول میرکاظمی و جبهه پایداری است. میرکاظمی تاکنون سعی کرده ضعف‌های خود را پشت دولت روحانی مخفی کند، ولی دیگر چنین سیاستی جواب نمی‌دهد. یکی از مشکلات دولت رئیسی آن است که تیم اقتصادی او نسبت به دولت‌های قبلی بسیار ضعیف‌تر است و سازمان برنامه و بودجه نیز از این مسئله مستثنا نیست. علاوه بر این، میرکاظمی تعداد زیادی افراد بی‌صلاحیت را با اعمال نفوذ در وزارت نفت منصوب کرد که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. برکناری وی می‌تواند باعث تضعیف جبهه پایداری شود. در حالی که یک هیئت عربستانی تا امروز در تهران برای زمینه بازگشایی سفارت این کشور در تهران به سر می‌برند و بررسی‌های لازم را انجام می‌دادند، اکنون علیرضا عنایتی مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه از سفر هیئت ایرانی به عربستان تا اواخر این هفته خبر داد. وی در راستای تلاش‌های ایران و عربستان برای عادی‌سازی روابط دو جانبه افزود هیئت جمهوری اسلامی ایران در قالب دو هیئت جداگانه، یکی در جده و دیگری در ریاض مستقر خواهند شد تا اقدامات لازم را برای ترمیم وضعیت و آمادگی برای بازگشایی سفارتخانه و کنسولگری ایران در عربستان انجام دهند. مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران همچنین در خصوص توافق‌های صورت گرفته میان ایران و عربستان گفت در موافقتنامه حمل و نقل هوایی میان دو طرف تاکید شده که هیئت‌های فنی با یکدیگر گفتگو کنند تا این موافقتنامه را فعال کنند. بر این اساس مقرر شده که پروازها از مبدأ به مقصد ایران و عربستان از سر گرفته شود. توافق ایران و عربستان سعودی که در 10 مارس در پکن اعلام شد، امیدها برای حل و فصل مناقشه یمن را تقویت کرده است. اکنون بعد از 8 سال جنگ، نمایندگان عربستان سعودی به پایتخت یمن رفتند تا درباره آتش‌بس و صلح با شورشیان حوثی گفتگو کنند. ریاست این هیئت عربستان سعودی را محمد بن سعید الجابر، سفیر عربستان در یمن بر عهده دارد. یک روز قبل یک هیئت عمانی برای وساطت وارد صنعا پایتخت یمن شده بود. این شهر از 8 سال قبل به دست شورشیان حوثی افتاده است که جمهوری اسلامی از آنها حمایت می‌کرد. به گفته رهبران حوثی، فضای صلح منطقه را فرا گرفته است. این دگرگونی در پی آشتی تهران و ریاض میسر شده که خود زیر سایه پکن تحقق یافته است. عبدالقادر المرتضی از مقام‌های حوثی که مسئولیت گفتگوهای تبادل اسرا را بر عهده دارد گفت که 13 زندانی یمنی روز شنبه وارد صنعا شدند. او در ادامه گفت که این زندانیان در ازای آزادی یک زندانی سعودی آزاد شدند.
این مقام حوثی های یمن به زمان آزادی این زندانی سعودی اشاره نکرده است. المرتضی گفت که آزادی این افراد بخشی از یک توافق با میانجیگری سازمان ملل متحد بود که طرفهای درگیر در یمن در ماه گذشته به آن دست یافتند. به گفته این مقام حوثی های یمن، توافق طرفهای درگیر در جنگ یمن که قرار است در ماه جاری میلادی اجرایی شود، شامل آزادی نزدیک به 900 اسیر از هر دو طرف است. همزمان محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی حوثی‌های یمن نوشت هنوز زود است که با اطمینان از موفقیت آمیز بودن مذاکرات صنعا سخن بگوییم، اما واضح است که فضای صلح منطقه را فرا گرفته و این مسئله باعث امید و خوشبینی است. بنا به اطلاعات منتشر شده، جنگ یمن بیش از 150 هزار کشته از میان نظامیان، شبه نظامیان و غیر نظامیان بر جای گذاشته است. مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی و بین‌المللی از جنگ یمن به عنوان یکی از بدترین بلایای انسانی یاد می‌کنند. مذاکرات طرف‌های درگیر در جنگ یمن در هفته‌های گذشته پس از توافق عربستان سعودی با ایران برای احیای روابط دیپلماتیک خود پس از یک تنش 7 ساله شتاب بیشتری گرفته است. به گزارش رویترز و CNN، رزمایش چین در نزدیکی تایوان آخرین روز خود را سپری می کند. وزارت دفاع تایوان امروز دوشنبه از شناسایی 11 کشتی جنگی و 59 هواپیمای چینی در نزدیکی این جزیره خبر داد. پکن از رزمایش 3 روزه ارتش این کشور در اطراف تایوان به عنوان هشدار جدی به تایپه یاد کرده است. ارتش چین در بیانیه اعلام کرد که روز دوشنبه در چارچوب مانور نظامی خود در نزدیکی تایوان محاصره این شبه جزیره را شبیه سازی می کند. بر اساس اعلام تلویزیون دولتی چین، 10 هواپیما برای اجرای این محاصره هوایی به پرواز در آمدند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی چین، جت‌های جنگنده H-6K چین در چند گروه حمله‌های تمرینی را انجام دادند. در این مانور اهداف مهمی در جزیره تایوان شبیه سازی شده بود. ارتش چین همچنین حضور ناو هواپیمابر شاندونگ را در این مانور اعلام کرد. در این میان پس از اعلام حضور ناو هواپیمابر شاندونگ چین در مانور نظامی این کشور در نزدیکی تایوان، ایالات متحده اعلام کرد که ناو شکن USS میلیوس این کشور در دریای چین در حال انجام عملیات آزادی ناو بریست. چین حضور این ناو شکن در دریای چین جنوبی را تهاجم خواند و آن را محکوم کرد. تیان جولی، سخنگوی فرماندهی ستاد مشترک ارتش جنوبی چین گفت ناو شکن USS میلیوس که قادر به پرتاب موشک هدایت شونده است، بدون مجوز وارد آبهای مجاور صخره میجی در جزایر نانشای این کشور شده است. نیروی هوایی چین این کشتی را تعقیب و بر حرکاتش نظارت می کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک سخنگوی نیروی دریایی امریکا روز شنبه گفته است که امریکا یک زیردریایی موشک‌انداز که قابلیت حمل 154 موشک تاماهاوک را دارد به خاورمیانه فرستاده است. اسوشیتد پرس می نویسد نیروی دریایی امریکا به ندرت مکان یا استقرار زیردریایی هایش را تایید می کند. به گفته این خبرگزاری، تیموتی هاوکینز، سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی امریکا مستقر در خلیج فارس، بحرین، از هر گونه اظهار نظری در این مورد خودداری کرده است. او گفته این زیردریایی هسته‌ای روز جمعه از کانال سوئز عبور کرده. هاوکینز گفته است این زیردریایی قادر است تا 154 موشک کروز را حمل کند و در ناوگان 5 ایالات متحده مستقر خواهد شد تا به تضمین امنیت و ثبات دریایی منطقه کمک کند. ناوگان 5 نیروی دریایی امریکا
در تنگه هرمز دهانه باریک خلیج فارس که 20% از کل نفت جهان از طریق آن عبور می کند مستقر است، در بحرین. اسوشیتد پرس می نویسد آمریکا، انگلیس و اسرائیل رژیم ایران را به هدف قرار دادن نفتکش ها و کشتی های تجاری در سالهای اخیر متهم کردند، اتهاماتی که تهران آنها را رد کرده. نیروی دریایی آمریکا همچنین از یک سری برخورد های تنش‌آمیز در دریا با نیروهای جمهوری اسلامی خبر داده که می گوید بی احتیاطی تهاجمی بوده است. به گفته اسوشیتد پرس ماه گذشته پس از حمله موشکی نیروهای هوادار رژیم جمهوری اسلامی در شمال شرق سوریه یک پیمانکار امریکایی کشته شد و 7 نفر دیگر زخمی شدند. از آن زمان ایالات متحده امریکا حملاتی را علیه نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه آغاز کرد. اما موشک‌های کروز تاماهاو که از کشتی‌ها یا زیردریایی‌ها پرتاب می‌شوند می‌توانند اهدافی را تا فاصله 2500 کیلومتری 1500 مایل مورد اصابت قرار دهند. این موشک ها در ساعات آغازین تهاجم ایالات متحده امریکا به عراق در سال 2003 و همینطور در پاسخ به حملات شیمیایی سوریه در سال 2018 به کار گرفته شدند. به نوشته اسوشیتد پرس تنش ها میان رژیم ایران و امریکا از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا از توافق نامه سال 2015 با قدرت های جهانی خارج شد افزایش یافته که در ازای آن محدود کردن فعالیت های هسته‌ای رژیم ایران و قرار دادن آن تحت نظارت تقویت شده تحریم ها را کاهش داده است. این خبرگزاری می نویسد تلاش های دولت بایدن برای بازگرداندن توافق در سال گذشته به بنبست خورده است. تنش ها بیشتر شده است، زیرا رژیم جمهوری اسلامی هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی را برای نیروهای روسیه در اوکراین فرستاده و اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی جنگ نیابتی چند ساله خود را در خاورمیانه تشدید کردند.